متاسفانه دیروز شاهد یه پیک بزرگی بودیم که بسیار ما را نگران کرد و 120 نفر بستری ما دیروز داشتیم. یعنی آماری که واقعا برای ما بسیار غیر قابل تصور و غیر قابل پیشبینی بود و پیک بیماران بستری روزانمون در اسفند 98 160 نفر بود. در حال حاضر حدود 550 بیمار بستری داریم. 100 بیمارمون بدحال هستن، آی سی او کاملا فولن و بعضی از بیماران خدمات ویژه رو در اتاقهای معمولی دارن میگیرن و واقعا تاب‌آوری نظام سلامت الان یه مقدار مشکل شده. باز هم تاکید میکنم تجمعات همه باید تعطیل بشین. تمام این مشکلات ما از تجمعات، هیچ گونه مجوزی از طرف معاونت بهداشتی به هیچ تجمعی نباید داده بشه. وضعیت بسیار بدی رو من احتمال میدم که واقعا خطری که مردم رو تهدید میکنه و با این وضعیتی که الان وجود داره شاید ما دچار کمبود حتی تخت بیمارستانی بشیم. از وقتی که خب مرکز تست مثلا کرونا رو اندازی شد، هر چند وقت یه بار یه اوج بیماری داشتیم، یه پیکی داشتیم که شدت گرفته بیماری. متاسفانه الان یه دو هفته هست که دوباره خیلی بیماری شدیدتر شده، مراجعین ما خیلی بیشتر شده. متاسفانه قبلا فقط سنین بالا بود، الان سنین جوانتر، بچه هامون خیلی درگیر میشن، بعد سنین مدرسه داریم، جوانامون خیلی درگیر شدن. متاسفانه علائم خیلی حادتر شده، گوارشی، ریوی متاسفانه خیلی بیشتر شده. شاید حتی فاجعه‌ای در راه باشه که من به حال این دارم تذکر میدم و یادآوری میکنم به مسئولین استان که جلو این فاجعه رو بگیرن. ببینید کنترل کرونا فقط در دست دانشگاه علوم پزشکی نیست. تمام نهادها و سازمانهای استانی باید کمک کنند. ما به ازای هر 100 هزار نفر اگر 3 نفر بیمار بستری داشته باشیم اون شرایط قرمزه. ولی دیروز ما به ازای هر 100 هزار نفر 4 برابر اون، یعنی 12 نفر بستری داشتیم. یعنی در وضعیت ما سیاهه. ما به کمک نیروهای جهادی نیاز داریم. یک هفته تعطیلی حداقل برای به حداقل رسوندن تماس ها ما در استان نیاز داریم. باید حداقل 1 تا 2 هفته رو ما با سختگیری قابل توجهی بتونیم چرخش ویروس رو کنترل بکنیم تا تاب‌آوریمون در بیمارستان ها افزایش پیدا کنه. چون اگر این کار رو نکنیم این پیک بزرگتر خواهد شد و کنترل هم بسیار مشکل تر خواهد شد. از ملتمون خواهش میکنم، واقعا خواهش میکنم، حتی امکان تو تجمع شرکت نکنن، بیرون در نیان، ماسک بزنن، اگه مجبورن بیرون در بیان ماسک بزنن، شستشوی مکرر دستا رو انجام بدن، فاصله رو رعایت بکنن، اگه بیماری تو خونه هست حالت بالاخره اون قرنطینه رو رعایت بکنه. فکر نکنه حالا مثلا منی که گرفتم علائمم خیلی حاد نیست، حتما اگه کسی هم که من بگیره این علائم رو نخواهد داشت. داشتیم بیماری که اصلا خودش مثبت شده، علائم خیلی خفیفی داشته، ولی متاسفانه خانوادهش گرفتن، با مشکلات ریوی چی شدن، روبرو شدن و متاسفانه جونشون به خطر افتاده. با توجه به اینکه خیلی از مسافرت‌ها علی‌رغم اینکه وزارت بهداشت و وزیر محترم تأکید کردند خیلی از مسافرت‌ها در شهریور ماه افزایش پیدا کرد و افزایش مراودات اجتماعی رو داشتیم و حالا بالاخره جاده‌های شمال و این همه شلوغی و اینها، دیدیم که متعاقب اون 10 تا 12 روز بعدش آمارها بیشتر شد و بالا رفته و متاسفانه تخت خالی دیگه نداریم الان در بیمارستان کامکار. این بیماری رو جدی بگیرن، این بیماری در همه افراد دیده میشه و لزوماً بیماری زمینه خاصی افراد ندارن و به هر صورت معلوم نمیشه که کسی که با بیماری مواجه میشه در نهایت در چه وضعیتی قرار میگیره، کارش به بخشای ویژه میکشه یا مرخص میشه و این خیلی کارو سخت‌تر میکنه برای ما. ما تمام داروهایی رو که سازمان جهانی بهداشت و پروتکل‌های کشوری در مورد استفاده بر علیه بیماری کرونا داریم استفاده میکنیم، از جمله
داروها مثل مثلا رمدسویر، حالا آنتی بیوتیک هایی که هست و مرسوم هست استفاده میشه، سفریاکسون، مروپنم یا ونکومایسین یا داروهای آنتی ویروسی که تو درمان بیماری کرونا استفاده میشه مثل کلترا، مثل سوداک و مثل آتازوناویر، مثل فاویپیراویر، همه این داروها توی بخش‌های کامکار بر اساس نوع و تشخیص پزشک استفاده میشه. متاسفانه الان چند وقت اخیر، یعنی مخصوصا این روزهای اخیر، در واقع کرونا دوباره اوج شدید گرفته. ما در حال حاضر الان توی بیمارستان فرغانی 125 تا بیمار کرونایی، آماری که ما الان دارم 125 تا بیمار کرونایی داریم و متاسفانه از 125 تا 15 تاشون بدحال هستن و زیر دستگاه ونتیلاتور هستن تنفس مصنوعی، که اینا معمولا امید به بازگشتشون کمتر از مریضای دیگه هستشون، واقعا نیاز به مبرم به دستگاه تنفس مصنوعی دارن. هنوز پاییز شروع نشده، این آمار واقعا وحشتناکه. الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده.